دیدیم. اما اینجاست با من تا به پردازه به تاثیر تحرکات تنشهای های این چنینی بر دیگر روابط تهران خصوصا برجان فیروزه ببین همطور هم که گفتی این حضور ادامه داره نظامیان جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص بعد از اینکه صحبت از مذاکرات آتش بس و نابودی داعش هست فقط مورد انتقاد اسرائیل نیست مورد انتقاد جامعه بین الملل هستش نقض توافق های چند جانبه بین المللی هستش که تهران با دیگران داشته با جامعه بین الملل داشته به خصوص برجام در رست اونها و اون توافق نامه 2231 امروز با همه این کارنامه ها باز هم رسانه های بین المللی می نویسند که بریتانیا، فرانسه و آلمان می خواهند که برجام منهای واشنگتن را نگاه دارند دست کم وچه اقتصادیش رو اما الان با توجه به این عمل فقط فشار آمریکا و متحدینش رو ندارند الان می دونیم که بحث این مستنداتی که دال بر تروریستی بودن و عملیات تروریستی تهران در اروپا هستش راه رو برای این سه رهبر اروپایی تنیتر کرده الان جامعه اروپایی ها هم خیلی موافق این قضیه نیستند که برجام منهای واشنگتن را این سه رهبر اروپایی نگاه دارند در نتیجه میبینیم که هنوز در این مهلتی که واشنگتن در واقع ارائه داده و تحریم ها خودش رو نشون نداده هنوز بسته اروپایی نرسیده اون مکانیزم مالی فعال نشده از طرف دیگه نشست لهستان رو داریم هر چند که خانم مویرینی شرکت نخواهند کرد اما اتحادیه ی عرب رو داریم که اونها هم مخالف دیگر این مانورهای منطقه تهران هستند اما بپردازیم بر اینکه تهران در برابر این همه اتفاقات چه اقداماتی رو میکنه که دست کم برجام رو نگاه داره امروز ما میبینیم که آقای صالحی در نشسته که در کنفرانسی بوده به نام قزه در یک نشست مطبوعاتی دوباره بر همون اقدامات جمهوری اسلامی تاکید دارن بر توان هسته‌ای تاکید دارن میگن که باید ارتقا داده بشه و بخص و وقتی هم که صحبت از ماندن یا نماندن در برجام مطرح میشه میگن این کار بر هیئت نظارت هستش و به انرژی هسته‌ای مربوط نمیشه این فعالیت های موازی هستش که راه رو برای ایران تنگتر هم میکنه و باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد ممنون است